آیا دیزنی واقعا به فکر انیمیشن قدیمیش هست؟ به فکر آبه قدیمیش که زمان ساخته بوده پخشو میکرده و موفق بودن و بعد کنسلشو میکنه؟ آیا بعد از 30 سال بهشون فکر میکنه؟ جواب این سوال ما میتونیم تو فیلم جد امسال ببینیم، یعنی چیپ اند دیل ریسک رنجرز که در مورد انیمیشن قدیمی که مال 32 سال پیشه. تو سال 1969 انیمیشن سریالی توسط دیزنی ساخته شد برای شبکه دیزنی چنل به اسم چیپ اند دیل ریسک رنجرز که در مورد گروه کارگاهی بود. انیمیشن خیلی خوب بود، موفق بود و 3 تا فصل ازش ساخته شد در کل 65 قسمت و بعد دیزنی کنسلش کرد. دلیل این که دیزنی اون موقع انیمیشن چیپ اند دیل رو کنسل کرد این بود که می‌خواست رو باز کنه با انیمیشن جدیده. اینکه خب انیمیشن داره پخش میشه، الان کنسل کنه انیمیشن جدید بیاد. اون موقع اینطوری بود و کنسل میکنه، اما یادش نمیره و بعد 32 سال میاد بهش فکر میکنه و یک فیلم سازه، یک لایو اکشن که ترکیبی از دنیای واقعی و انیمیشن کارتون ها کلا ترکیبی هستن. دیزنی وقتی پوستر این لایو اکشن رو منتشر کرد همونجا نوشت که این ریبوت نیسته، چون خب میدونه که بعضی طرفدار میترسن از ریبوت و ریبوت یه جوری مشکل داره، بیشتر اوقات مشکل داره. اما دیدیم که دیزنی ریبوت خوبم انجام داده، اما اینو گفت که ریبوت نیست و بازگشت انیمیشن داره برمیگردونه. این خیلی خوبه، چون خب طبیعتا وقت انیمیشن قدیم باشه به صورت ریبوت برمیگردونن. اینجا دیزنی نوشت که ریبوت نیست و کلا چیز جدیده برای بازگشت انیمیشن. بازگشت که 100 درصد هست، اما جوری ریبوت هم هست. نمیتونن بدون ریبوت دیگه انیمیشن قدیمی رو برگردونن. خیلی قدیمیه، کل همه چیز تغییر کرده، کیفیت، طراحی، گرافیک تغییر کرده و بیشتر ما میتونیم ببینیم که انیمیشن سمت 3 بعدی میرن تا 2 بعدی، 2 بعدی کم شده. اما خب اینجا ما میتونیم ببینیم که 2 بعدی هست، شخص 2 بعدی هستن، شخص انیمیشن که تو دنیای واقع زندگی میکنن کنار انسان ها، طبیعیه مثل انسان ها زندگی میکنن. چیپ و دیل هم همین طوریان کلاً این کارو کردن که اون انیمیشن که ساخته شده اون قدیمه این دنبالش نباشه، یه چیز فراتر از اون باشه. اینجا نشون میدن که چیپ و دیل بچه‌ها میرن مدرسه با هم دیگه آشنا میشن، کلاً زندگیشونه و بعد بهشون پیشنهاد داده میشه که بیان سر خودتون داشته باشید، سر خودتون که چیه، همون انیمیشن چیپ و دیل ریسک رنجرز همونه و میرن اونجا انیمیشن میسازن. خیلی جالبه تو لایو اکشن در مورد کنسل شدن انیمیشن چیز دیگه میگن. تو لایو اکشن همه موافقن که خب ادامه انیمیشن بیاد، فصل بیشتر بیاد، اما اختلاف پیش میاد بین چیپ و دیل. دیل میخواد بره سراغ سر خودش و اونجا باشه و این باعث میشه کور انیمیشن چیپ و دیل کنسل بشه، کاملا کنسل بشه، اون طرف سر خودش اصلا ساخته نمیشه. اینجا یه جورای دیزنی میاد میگه که خب تقصیر من نبود، اون طرف دیل نمیخواست انیمیشن ساخته بشه. این دیزنی بعد جور کلکه. نکته که باعث شده بود تو پوستر بگن که خب ریبوت داریم میکنید این بود که یه شخص، یعنی همون دیل، کامل سبادی شده. اینو میگفتن خب ریبوت دیگه، چون این کار کردید. اونا میگفتن ریبوت نیست. اما تو لایو اکشن کلا همه چیز تغییر کرد و کلا بس چیز دیگه بوده، توی دنیای واقعی هستن و میگه که خب من دو بعدی بودم، رفتم طراحی یا بهتر بگم جراحی سبادی کردم و اینطوری شدم. اونجا اینطور توضیح میده. تو دنیایی که چیپ و دیل زندگی میکنن خب کل شخص انیمیشن هست، شخص انیمیشن که مونا رو میشناسه و معروفن، واقعا انگار اصلا حد و مرزی نداشته و از هر جا که تونسته آورده، از هر شرکتی مثل برنامه وارن خب کلا محدود نیست که فقط شرکت خودش رو بیاره. اینجا دیزنی اومد از همه شرکت ها شخصت آورد. دیزنی قول بزرگ اومده به تنهایی تو این لایو اکشن به همه شرکت ها اشاره کرده، به همشون. و خیلی جالبه، کل نمادشون آورده، اسم شخصت ها رو آورده، بهش اشاره کرده به طور غیر مستقیم یا مستقیم شخصت اصلی رو آورده. اینو خیلی جالب بوده و شرکت ها خیلی بزرگ هستن، میشه گفت بیشتر شرکت خودش خریده، قول هالیووده، مثل پیکسار که قبلا خریده بود، مارول، فاکس قرن 20، همه شرکت ها خریده. اما اونطور به بقیه شرکت های بزرگ اشاره میکنه، مثل نیکلودین یا برن وارنر، شبکه کارتون تورک، کلن دی سی به همشون اشاره میکنه و اون طرف هم به هازبرو اشاره میکنه. شرکت خیلی زیاده تو این لایو اکشن. اما چیزی که باعث شد این لایو اکشن بیا سر زبان ها و کلن وایرال بشه، سونیک زشته. سونیک زش که قبلا واقعا اینقدر بهش توهین کردن که اینو نیارین تو فیلم سونیک، سونیک کلا نابود میشه فیلمش و حق میگفتن. واقعا منم دیده بودم، کلا میگفتن که سونیک به در نمیخوره، ولی وقتی که خود سونیک یکو دیدم فهمیدن که خب این یکی دیگه است و تغییر کرده. اما اینو واقعا میخواستن بیارن، طرفدار نذاشتن و اینو ببینید واقعا چقدر زشته، اینو میخواستن بیارن. خیلی تو باور نمیکنن که اینو واقعا میخواستن تو این فیلم بیارن و ازش استفاده کنن. سونیک زشت مال پارامونت پیکچرز و الان ما میتونیم تو این فیلم دیزنی ببینیم، تو این لایو اکشن. و اینجا دارن اینجوری مسخرهش میکنن و خیلی فانه. اما این نکته داره، این که ما اینجا میتونیم کلی شخصه ببینیم که میان رد میشن و کم هستن، بیشتر شخصی که خب از شرکت دیگه هست و تو این فیلم یه جوری نقش داره، بیشتر نقش داره همین سونیک زشته. سازنده لایو اکشن اعتراف کرده که از این سونیک خوشش میاد، واقعا عجیبه، و اینکه میخواسته تو این لایو اکشن باشه و بیشتر هم باشه، نقشش پررنگ‌تر باشه. و خب خیلی میگن که اینو اومده دزده و بی اجازه آورده استفاده داره میکنه، اینم میشه یه جوری، اما خب خیلی بعیده، حتما رفته دیگه لایسنسو گرفته، اجازهشو گرفته از پارامونت پیکچرز. و خب این شخصه به درش هم نمیخوره، کلی بهش توهین کردن که از این استفاده نکنه و میگه به درم نمیخوره. خب میتونه
پول بگیره یا لون پول بینیم بفرسته به دیزنی و اونجا استفاده کنه و مسخرش کنه. گفتیم تو این لایو اکشن به دیستم اشاره میشه، به بتمن، یه فیلم ساختن که بتمن اونجاست با یتی میجنگه و وان خیلی عجیبه، خیلی هم سمه. اینو میتونیم ببینیم، بتمن وردن و تو این فیلم دارن ازش استفاده میکنن. گفتیم تو این لایو اکشن به شرکت‌های خیلی زیاد اشاره میشه، به انیمیشنشون به طور مستقیم و غیر مستقیم، مثل شبکه کارتون تور که بهش اشاره میشه. حالا کدوم انیمیشن ها؟ جانی براوا، دی پارپ اف گرز، دی امیزینگ ورلد اف گامبال، سامورای جک، ادونچر تایم، کوین چیکن اینا اشاره میشه و واقعا میشن خیلی خوبی هن و بعضشون خوب قدیمی هن. با اون طرف میتونیم ببینیم که خوب ریکو مورتم هستن، بهشون اشاره میشه، مثل همین ریک خیارشوره. یا اون طرف ما میتونیم آرتیست ریکو مورتم رو ببینیم که ازش استفاده میشه. اون طرف دریم ورکس هن. حالا کدوم شخصیتش هستن؟ شرک و خوب خره میتونیم ببینیم. اینجا بهش اشاره میشه به طور غیر مستقیم، یا کلن دیگه خود عروسکاش هستن، بهش اشاره میشه. اون طرف مانتیس که میتونیم سبودیشو ببینیم، مثل لایو اکشن دیگه میتونیم ببینیم، این خیلی جالب بود. یا باب، اینا همه طرحهای واقعی هستن و کلن ازشون استفاده میشه تو لایو اکشن. لایو اکشن یعنی مثل باب، با مال انیمیشن مانسل سلینز و اونجا خب اون انیمیشن لایو اکشن نداره. اینجا ما پومبا رو میبینیم، این لایو اکشن داره، لایو اکشن شیرشاه. اونم مانتیس کلن کونگ فو پاندا که اصلا لایو اکشن نداره، همونجا میتونیم حالت لایو اکشنشون رو ببینیم. لایو اکشن چیپ و دیل تکاور نجات کلن مال دیزنیه. پس شخصیتی که تو این لایو اکشن باید باشن بیشتر باید از دیزنی باشن، همینطور هم هست. شخص سینمای انیمیشن سینمایی بهشون اشاره میشه و حضور دارن. اما خیلی جالبه که همین لایو اکشن کلن از انیمیشن سریال میاد، سریال که پخش میشده تو دیزنی چنل اینطوریه. پس باید کلن به انیمیشن تلویزیونش هم اشاره کنه، همون سریالیا. این خیلی جالب بود که این کارو کرده، به انیمیشن مثل فینز و فرب بهش اشاره میشه. آبشار جاذبه که میتونیم دیپر رو ببینیم اونجاست، این خیلی جالب بود. دیپر اونجاست که جور اسمورفیه، انگار ترکیب شده با یکی از اسمورفا. اینم جالبه که بهش اشاره شده، چون چند وقت ازش خبری نیست، اما دیزنی یادش نرفته. کلن داره میگه که یادش نمیره، همه چیز به یادشه. و خب خیلی جالبه، به داکترز هم اشاره کرد، به بقیه انیمیشن سرش هم اشاره کرد. این کار دیزنی واقعا تو این لایو اکشن خیلی خوب بود. لایو اکشن چیپ و دیل تکاور نجات خیلی خوب بود. انیمیشن قدیمی که مال 32 سال پیشه میارن با گیده خیلی جالبه. نفر خودش بیشتر سریال‌ها و انیمیشن دنیا رو میارن تو همون لایو اکشن و جا میکنن، این خیلی خوب بود. و اینکه کلا بیان اون چیزا به صورت یه جور دیگه، یعنی لایو اکشن و این انیمیشنش هم نباشه، انیمیشن نیست، کلا فراتر از اونه، این خیلی عالی بود. فان خیلی خوبی هم داشت، داستانش خیلی خوب بود، ایده خیلی جالب بود. نکات مثبت زیاد رو میتونیم ببینیم. من به این لایو اکشن 8 از 10 میدم، واقعا خیلی خوب بود و اگه ندید حتما ببینید. خب رفقا، دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. امیدوارم از این ویدیو خوش اومده باشه. لایک، کامنت و سابسکرایب کانال فراموش نشه. تا ویدیوهای بعد، خدا نگهدار.